هزار سلام به همه شما هموطنان خوب و همراهان صمیمی سیمای آزادی. باز هم ماییم و شما و یک شب یلدای دیگه. امسال میخوام یک برنامه گرم و خودمونی داشته باشیم. برنامه ما از اجزای متنوعی تشکیل شده. همکارانم صالح و احمد هم در این برنامه حضور دارند که در دقایق آینده اونها رو هم خواهید دید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید به کوری چشم آخوندها دلتون شاد و لبتون خندان و جمعتون جمع باشه. دقایق باقی مونده از بلندترین شب سال رو با این امید سپری میکنیم که شب یلدای میهنمون هر چه زودتر به پایان برسه و صبح صادق آزادی طلوع کنه. باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش، صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود. سلام. بلندترین شب سال، شب خاطرهای شیرین و لحظه های بیاد موندنی، با هندوانه‌های قرمز و شیرین و ترک خورده، با انار دون شده و عطر دلانگیز گلپر، با آجیل، با چای داغی که مزه سماورهای قدیمی رو بده، و با دونه های سفید و قشنگ برف، با پنجره‌های بخار گرفته و نقاشی‌های دوران کودکی، و همچنین با صدای خنده های بلند و زمزمه های خاطر انگیز، با قصه های مادر بزرگ، با گرمای مطبوع کرسی، با صدای تار یک هنرمند با احساس، شاید هم نغمه های ویولن یک جوان پرشور، با بهترین آرزوها، خلاصه با همه شادی ها و همه زیبایی ها شب یلدا دوباره از راه رسید. البته می‌دونیم که با یلدایی که آخونده ساراس بر میهن محاکم کردن نمیشه این همه چیزهای قشنگی که ازشون اسم بردیم رو یک جا جمع کرد. با این حال ما تلاش کردیم که تصویر همین زیبایی ها رو یه جورایی خلاصه سرجم کنیم و نشونتون بدیم. به رغم همه سیاهی شب یه امیدی هست که آسمون یلدای میهن ما رو ستاره بارون کرد. هنوز با همه دردم امید درمان هست که آخری بود آخر شبان یلدا. Yeah.
یلدا شب بیداریه، تمرین غلبه بر سیاهی و سرماست. میگه نذار طولانی بودن شب تو رو از دمیدن صبح ناامید کنه. میگه اگه زمستون فصل کز کردن و انزوا و خاموشیه، تو با امید و شادمانی به جنگش برو. تنها نمون، به سیاهی امون نده، تلاش کن تا عضوی از پیکر یک جمع باشی و یلدا رو به اتکای جمع سر کنی. میگه بگو، بخند، پر از صدا و پر از فریاد شو. همه اینها نمودهای سمبولیک یک فرهنگن، فرهنگ سرزمینی که به رغم قرنها ستم و بی‌عدالتی هیچ وقت از مبارزه دست بر نداشته و هیچ وقت اسیر ظلمت نشده. یلدا جستجوی نور و روشنایی در سردترین و تاریکترین شبهاست. شب شما بینندگان عزیز بخیر. امیدوارم که مجموعه برنامه‌های امشب ما تا اینجا مورد توجه شما قرار گرفته باشه. می‌خوایم باز هم با هم صحبت کنیم راجع به شب یلدا. میگن که شب یلدا شب تولد خورشیده. شاید در وهله اول عجیب به نظر برسه. آخه چطور میشه که تو تاریک‌ترین و بلندترین شب سال بیایم و از تولد خورشید حرف بزنیم؟ اما به نظر من نکته دقیقاً در همین جاست. یعنی اتفاقاً خورشید در زمانی متولد شده که بیشتر از هر وقت دیگه‌ای به وجودش نیاز بوده. این رو هم بگم که اعتقاد به تولد خورشید فقط مختص فرهنگ ما نیست. در بسیاری از تمدن‌های دیگه هم اعتقاد به میلاد خورشید وجود داره. به عنوان مثال در حدود 4000 سال پیش در مصر باستان جشنی برگزار می شده به نام جشن باززاییده شدن خورشید که این جشن هم دقیقاً مصادف با شب چله بوده، همین شب چله‌ای که ما داریم. حالا مصری ها همزمان با این مراسم 12 روز تمام به نشانه 12 ماه سال مشغول جشن و پایکوبی می شدن. یعنی شب یلداشون دیگه خیلی طولانی تر از این صحبت ها بوده. حالا بریم سراغ روم باستان. در روم باستان هم مراسمی برای پاسداشت کیوان یا زحل مدت 7 روز برگزار می شده و اولین روز زمستان رو هم روز بزرگداشت خداوند خورشید می دونستند که اون رو خورشید شکست ناپذیر خطاب می کرد. در این روز بزرگان رومی لباس مردم عادی رو می پوشیدن و برده هاشون رو آزاد می کردن و جنگ هم در روز خداوند خورشید ممنوع بوده. خلاصه این که اگه بخوایم خیلی مختصر و مفید بگیم، روز رو با صلح آغاز می‌کردن و شب رو با آشتی به پایان می‌بردن. باز هم ادامه داره صحبت‌های ما راجع به یلدا در کشورهای مختلف. مثلا در قسمت‌های روسیه جنوبی جشن‌های مشابهی به مناسبت همین شب چله برگزار میشه که شباهت بسیار زیادی به مراسم شب چله خودمون داره. میگن که رقص مخصوصی هم دارن که یادآور نحوه برداشت محصول کشاورزان در این هنگام از سال. فکر میکنم چیزی مشابه رقص قاسم آبادی یا شمالی خودمون باشه. یهودیان هم در این شب جشنی به نام ایلانوت یا جشن درخت برگزار میکنن که این جشن با روشن کردن شمع و نیایش همراهه. از اونجایی که خورشید متعلق به همه زمینی هاست، در واقع جشن تولد اون هم جشنی همگانی و سراسریه. پس برای همه عاشقان نور و همه منتظران خورشید شبی کوتاه‌تر از همیشه و خوشتر از همه شبها آرزو می‌کنم.
اون چی دستت؟ یک نامه بسیار بسیار مهم. نامه؟ نامه به کی؟ قرار بفرستمش برای سازمان محیط زیست جهانی. رونوشتش هم میره برای سازمان ملل و یونسکو و سازمان جهانی بهداشت و این در واقع یک دادخواسته. دادخواست؟ دادخواست برای چی؟ دادخواستی برای کنترل سخت یا حذف ماده شیمیایی دی هیدروژن مونوکسید. دی هیدروژن مونوکسید؟ حالا آره؟ برای چی؟ دی هیدروژن مونوکسید براش یک دادخواست ترتیب دادم. تا حالا 49 نفر امضا کردن. باش راستش بگم 49 نفر امضا نکردن. ولی میخواستم از 50 نفر امضا بگیرم، 46 نفر امضا کردن. خب تو هم امضا کنی میشه 47 و این نفر، یعنی میمونه برام چقدر؟ 3 تا دیگه تا 50. خب که حالا برای شد امضا کنم، یعنی علتش چیه که میخوای این ماده شیمیایی رو هم دی هیدروژن مونوکسید رو حذف کنی؟ استدلالم داری براش؟ همش دلیله. دی هیدروژن مونوکسید باید توسط سازمان محیط زیست جهانی مورد کنترل قرار بگیره. چرا؟ دلیلش هم اینجاست. باش، همه رو نوشتم. 1. مقدار زیاد این ماده باعث درخ کردن میشه. عرق کردن میشه، ها؟ دلیلت چیه که ما جلو اینو بگیری؟ دلیل؟ همش دلیله. دی هیدروژن مونوکسید باید تحت کنترل قرار بگیره. چرا آخه بابا چرا؟ دلایلش اینجا. 1. مقدار زیاد این ماده باعث عرق کردن زیاد و حالت تهوع میشه. 2. عنصر اصلی باران اسیدیه. 3. وقتی به حالت گاز در میاد بسیار سوزاننده است. 4. استنشاق این ماده باعث مرگ آدم میشه. 5. باعث فرسایش اجسام میشه. 6. روی ترمز ماشینا هم تاثیر منفی میذاره. 7. حتی در موتورهای 7. حتی در تومورهای سرطانی هم پیدا شد. چدی میگی؟ آه دیدی چه ماده خطرناکیه؟ هنوزم نمیخوای برای جلوگیری از گسترش این ماده امضا کنی؟ ببین گفتی که من 50 نفرم که این دادخواستو بهش نشون دادی؟ آره. ببین من یکی نمیخوام توی این پروژه تو سهمی داشته باشم، هرگز. یعنی نمیخوای از محیط زیست دفاع کنی؟ نه خیر، اتفاقا چون به محیط زیست علاقه دارم نمیخوام این کارو بکنم، چون این ماده‌ای که تو ازش صحبت میکنی اگر نباشه فاتحه محیط زیست خونده است. چطور؟ بابا هیچی دیگه، این دی هیدروژن مونوکسید که میگه همون H2O آبه. آب نباشه هیچی نیست که، حیاتی نیست که دیگه. دی هیدروژن مونوکسید. تو همینو فهمیدی ها؟ نه من سوالم اینه که چه بقیه نفهمیدن، اون 46 نفر نفهمیدن، چون این ویژگیایی که تو گفتی همشو آب داره. ببین آب رو اگه زیاد بخوری هم عرق میکنی هم حالا تهوع به دست میده. عنصر اصلی بارون اسیدی هم آبه، وقتی هم که به حالت گاز در بیاد میشه بخار آب. خب معلومه خیلی سوزاننده است. اگر بخار داغش رو هم استنشاق بکنی تنفس کنی خب خفه میشی. در ضمن باعث فرسایش و زنگ زدن اجسام هم میشه. روی ترمز اتومبیل مگر بریزه خب لاستیک روش لیز میخوره دیگه، واضحه دیگه. تو تومور سرطانی هم خب آب هست. اینو که دیگه هر بچه دبستانی میدونه دیگه. نه هر بچه دبستانی، فقط اون بچه دبستانیه که با سناریست برنامه رابطه دارن. در واقع این کل این ماجرا از روی یک داستان واقعی اقتباس شده. این پروژه یک پروژه امضاگیری بوده که پایان نامه یک دانشجوی روانشناسی بوده. که اسم پایان نامه‌اش چی بود؟ ما چقدر زود باوریم. یعنی با این آزمایش اثبات کرد که اغلب انسان‌ها خیلی از خبرها رو از روی ظاهر فریبنده‌شون باور میکنن به جای اینکه روی محتواش دقت کنن. بله. بفرما یه لیوان دیوکسید دی هیدروژن مونوکسید. بله همون که خودت میگی. قرار بفرستمش برای سازمان ملل، سازمان محیط زیست جهانی. رونوشتش هم میره برای سازمان ملل و یونسکو، سازمان بهداشت جهانی و چند بار اینو گفتم؟
سپیدی مثل دل شما، بیا پاشیم با هم همه گی هم صدا، رنگ و ریا درد و بلا دور از شما، با ما بیا بیا پنجره رو با کن بخون نزد چه هم کنه تو دل دست آسمون دل بذار آفتاب بشه، والا بگی سر و نزا خم بشه، نزا عشور و حال کوچه چیزی کم بشه، بده بیاد یه ریتمی که حس بده به ما، بده بیاد نزا که یخ بزنیم تو این هوا، آره جونم ما هر ساله اینجا جن میشیم، میرخصیم و دشمن هرچی خم میشیم. سیب سرخ خنده روی لبمون، دو تا گل رو گونمون، شب گلدوزی نور رو پیرهن شیشه یخ، شب و فانوس توی یخبندون کوچه زیر ململ یه آسمون برف، تو شبایی که گلا یه پارچه آتیشن تو دشت، کی میره آتیش رو ورداره بپاشه توی شهر همه جا گور بگیره، کی میره از توی باغ شهر صبح یه بغل هوای تازه بچینه بریزه تو سبد ره گذر باد شبا، شبی که میاد یه سوغاتی میده به شهر صبح، آسمون میشه یه عاشق، یه لباس سر تا سر آبی مخمل میپوشه. Da-d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 a
داره میاد از اون رو، داره میاد از اون رو، صدای ساز و آواز پرنده ها میخونن، رسیده وقت پرواز، داره تو کوچه ها داره میاد، صدا صدای بارون، صدای بارون، جوونه میزنه گل گلستون. آسمون ها خدای آسمون ها، تو آسمون میهن که میشینه دوباره خورشید پاک و روشن، آره تو کوچه هامون داره میاد صدا صدای بارون، صدای بارون، جوونه میزنه گل تو گلستون. خاک میهن از قدم بهار دوباره سبز و گلشن، آره تو کوچه هامون داره میاد صدا صدای بارون، صدای بارون، جوونه میزنه گل تو گلستون. صدای ساز و آواز پرنده ها میخونن، رسیده وقت پرواز، آره تو کوچه هامون داره میاد صدا صدای بارون، صدای بارون، جوونه میزنه گل تو گلستون. داستان روباه و کلاغ از اون داستان‌های جالبیه که بعید میدونم کسی بین ما باشه که اون رو فراموش کرده باشه. منظورم همون داستان کوتاهیه که در کتاب فکر میکنم کلاس دوم دبستان بود و خلاصه داستان رابطه یک روباه و با کلاغ بیان میکرد که چطور فریبش میده تا بتونه اون قالب پنیر رو از کلاغه بدزده. حالا دوستی همون شعر معروف رو با خوانش جدید برای ما ارسال کرده با تهمایه‌های طنز که در واقع برداشت جدیدیه برای روباه و کلاغ‌های امروزی که من براتون میخونمش. میگه زاغکی قالب پنیری دید از همان پاستوریزه‌های سفید، پس به دندان گرفت و پروا کرد روی شاخ چنار معوا کرد. اتفاقا از آن محل روباه می گذشت و شد از پنیر آگاه، گفت اینجا شده فشن تیوی، چه ویوی چه پرسپکتیوی، محشری در تناسب اندام، کشته ی تیپ توست خاص و عوام. دارم امپیتری آوازت شاهکار شبیه اعجازت، ولی اینها کفاف ما ندهد، لطف اجرای زنده را ندهد. ای به آواز شهره در دنیا، یک دهان میهمان کن ما را. زاغ بی وقفه گورد داد پنیر، آن همه حیله کرد بی تأثیر، گفت کوتاه کن سخن لطفاً، پاس کردم کلاس دوم من.
چشم پا میکنم چپ و راست پول سن و سال منو نخورین بسیجی از دستم شده آسفاس بگو بر بسیجی با کن دوشاتا نمه اومده بگیره حال جمع شدیم تا شب یلدا رو جشن بگیریم با یاد و خاطره تمامی خواهران و برادرانمون در شهر اشرف. فلسفه شب یلدا و دور هم جمع شدن خانواده ها در اینه که پیروزی نور و روشنایی رو بر ظلمت و تاریکی جشن بگیرن و میدونیم که اول زمستان آغاز میشه روز بعد و همینطور روزها بلند میشه و شبها کوتاه‌تر و همین نوید دهنده پیروزی و روشنایی بر ظلمت هستش. یکی از سنت‌های شب یلدا گرفتن فال حافظه. من میخوام یه خاطره‌ای تعریف کنم براتون از دورانی که در زندان‌های رژیم بودیم. یادم شب یلدایی که سال 63 ما داشتیم. میدونید که در زندان یعنی کلن زندانهای خمینی داشتن کتاب و دفتر و قلم و اینا خب جز چیزهای ممنوعه بود. ما تونسته بودیم یه دفتر و یه خودکاری رو برحال یواشکی داشته باشیم تو اتاقمون. بعد برای شب یلدا تصمیم گرفتیم که به حساب یه دیوان حافظ درست کنیم برای خودمون. بعد بچه‌هایی که شعرهای حافظ رو حفظ بودن اینا رو خب تصمیم گرفتیم که مثلا هر کی یه صفحه رو یه شعری رو توی یه صفحه بنویسه. بعد اون شب من یادمه که فال حافظ گرفتیم با همون امکاناتی که در دسترسمون بود و این در اصل یه پیام بود برای ما زندانی های سیاسی که به هر حال اینم یه نوعی پاسداشت این سنت ها به نوعی خودش مبارزه با رژیمیه که به حساب در ایران رو برده به سیاه ترین دوران دیکتاتوری و ما به این شکل خواستیم می‌خواستیم روحیه خودمون رو حفظ کنیم، به خودمون روحیه بدیم، روحیه مقاومت رو ببریم بالا و این خاطره برای من همیشه جالب و دوست داشتنیه. یلدا، شب یلدا به خصوص آنچه که از اجداد نیاکان ما سینه به سینه ما رسیده بلندترین شب سال. در واقع من یادمه که قدیما پدر بزرگا مادر بزرگا تا دویدن سپیده برای بچه ها قصه های باستانی و قدیمی ایرانی رو تعریف میکردن و مشغول آجیل و خوردن آجیل و به هر حال همه اون تنقلات که وجود داشت و همیشه ما این را گرامی داشتیم. از اونجایی که رژیم جنایتکار با تمام عیاد و سنت‌های ایرانی در ستیزه، این مقاومت اشرفیان عزیز طول همه این سال‌ها برعکس رژیم شادی کردن و همه این سنت‌ها را گرامی داشتن. مردم ایران هم بدون شک این سنت‌ها و این عیاد را گرامی می‌دارن که نشون بدن که بر ضد جهل، خرافه پرستی و هر چی که با آزادی در ستیزه در جنگ هستن. همه ما همگام همپیمان با اشرفیان
قهرمانان واقعی مردم ایران همرزم میریم که برای همیشه تومار این جنایتکاران رو از صحنه سیاسی ایران محو و ناپدید کنیم. به امید اون روز. از چه فیلمی خوشش میاد؟ خامنه ای بعد از اولین سفرش به قم اشتها وارد میشود. خامنه ای بعد از سفر مجددش به قم بازگشت به اشتها. خامنه ای بعد از سفر چندمش به قم راننده تاکسی. البته با عرض پوزش از آقای مارتین اسکورسیزی یه تهران قم هم به آخرش اضافه میکنیم، میشه راننده تاکسی تهران قم. کابینه احمدی نژاد 12 مانکی، یعنی اون 12 میمون. هیئت همراه احمدی نژاد بعد از حضور در اجلاس سازمان ملل. اوباش نیویورک، گنگز آف نیویورک. و حالا میرسیم به آخون جنتی لعنت. خرمگر مهدی هاشمی، اگه میتونی منو بگیر یا کشمیر پیکن. باشه. محسنی اجهی سفید دندان و برادران لاریجانی سکل پوک. رادان احمدی مقدم قاتلین بلفتره نچر بوم کیلر. و خود احمدی نژاد دیوانه از قفس ترین. و مجلس خبرگان سکوت بره ها. من دنم تو از طوفان دنم و سیب خودم.
شب یلدا برای کودکان ایرانی معنای دیگه ای داره. دنیای کودکی دنیای نور و رنگ و خلاصه زیبایی ها و شادیه، دنیای معصومیت ها و لحظه های پاک صداقته. اگه هر کدوم از ما به خاطراتمون رجوع کنیم، حال و هوای یلداهای کودکی رو به یاد میاریم. حالا اگه موافق باشید با هم به تماشای لحظات شاد بچه های ایران در نقاط مختلف دنیا بشینیم. مکانها متفاوته اما یه حس مشترک توی نگاه همشون هست که وقتی که این تصاویر رو ببینید متوجه اون خواهید شد. گوله گوله برد میاد، سرد هوا زمستون، سرمای بی حد هوا تن آدم ها می لرزونه، برف که میاد از آسمون سفید می شن درخچه ها، شادی داره صفا داره بازی توی کوچه ها، وقتی که زمستون میرسه همش بخاری روشنی، باید پوشید لباس تکم که وقت سرما خوردنه. اچو شب یلدا، شب یلدا، شب یلدا. بچه ها بگین اسماتون چیه؟ سجاد، سجاد، سلام، سید محمد، حسن، خب، بالا، محمد، محمد، خب، بعدی، کیوان، محمدی، حسین، سید محمد،
عاشقه خاک پاک تستم خبرش میپیچه همین روزا گیرانو پس میگیریم از توی کام اشتفا گیرانو پس میگیریم دست توی دست هم بدیم گیرانو پس میگیریم اینو نمیخونه یک صدا گیرانو پس میگیریم خبر میاد آره همین روزا خبرش میپیچه همین روزا گیرانو پس میگیریم تپش های قلبم را به باور خاطره هایم پیوند میزنم و برای سرزمینی که همزاد با خاک است و کهن‌تر از تاریخ زمزمه میکنم. من از نسل شبشکنان روزگارم و از نسل نورآفرینان پاک و این تنها باور به نور و روشنایی است که شام تیره ما را از تاریکی می‌رهاند و جشن روشنایی را به ارمغان خواهد آورد. تیرگی‌ها در دل نور محکوم به خاموشی‌اند. یلدا همراه با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران.
یک شبه با طفل نر خوله دومت با بزار رو کوله دومت با بزار رو کوله لطفی بیم و رفت با انتر سسوله دومت با بزار رو کوله دومت با بزار رو کوله قتل مردم آزار بزن زار و بزن زار تو هر کوچه و بازار با میذارن رو عکسه قیافه چپوله دومت و بزار رو پوله دومت و بزار رو پوله بازار رو کوله دوم تا بازار رو کوله دیکتاتور سال شدی مثل خود دجال شدی وحکه چه با حال شدی پشت تیری اون دیگه کم کن عدا و حسوله دوم تا بازار رو کوله دوم تا بازار رو کوله در مونده ای و خسته بدبخت زبون بسته پاره شده جون تو ریسمون اون شاخوله دوم تو بازار رو کوله دوم تو بازار رو کوله خامنه ای بنگی دیکتاتور مفنگی خیلی بابا مشنگی گورت گم کن برای بابا سجن فضوله دومت و بزار رو کوله دومت و بزار رو کوله آقابتی نداره هر ایکی که خورده کوله دومت و بزار رو کوله دومت و بزار رو کوله حنات بیرنگ و بو شد واسه همه دستت رو شد اسمت دیگه لولو شد ملت دنیا دیگه نه بوم میخوان و نه پوله دومت و بزار رو کوله دومت و بزار رو کوله مایه ننگی تو رهبر الگنگی تو عین هو خرچنگی تو هیچ میدونی تو دنیا کسی نداره قبوله دومه تو بازار رو کوله دومه تو بازار رو کوله فهمیدی ما کی هستیم ما همه با همه هستیم ملت بی شکستیم آی پاسدار هزار تیر خلاف کنون دلوله دومت و بزار رو کوله دومت و بزار رو کوله
روشنی فردا باشو، بنگر بر شور دل ما، شعری بشنو از لب ما، بنگر بر شوق دل ما که از اون روشن شد شب ما. با دوبل و تبل و شیپور بزنیم به در شادی ها، بدهیم خبر شور و سرور، ببریم خبر شادی ها. هر جا هستی هموطن، خود را در جمع ما بکن، تاریخ همیشه شیطون نماد دغلکاری و فریب و نیرنگ و هیلو اینطور چیزا بود. اما از وقتی پدیده‌ای مثل احمدی نژاد سر کار اومده، دیگه ظاهراً شیطون هم دچار بحران هویت شده. چطور؟ نمیدونم. اینا نیا کن. یه چیزی درست کردن به نام قطعنامه، خودشون الان بیشتر از اون میترسن تا ما. تحریم بنزین برای ما یه فرصته. ما بنزینمونو خودمون تولید میکنیم. ما مقداری که وارد میکنیم به جاش چیز دیگری داریم تولید میکنیم. ظرف یک هفته جا به جا میکنیم. اگر هم نکردیم مصرفمونو میاریم پای. این به نفع محیط زیستم هست. ما نگرانی نداریم. سیستم دولت آماده باش هست برای اینکه بتونیم این کار قشنگ انجام بدیم و شیرینیش تو کام همه مردم بمونه. این اولین طرحی است که مال مردمه و همه مردم الان خواهانن که اجرا بشود. خب نظرت چیه؟ راجبه چی؟ رابطه شیطون و احمدی نژاد؟ بله. فکر کنم بعد از خود شیطون سوال کنیم. جناب شیطان رجیم، سلام میکنم خدمتتون. علیکم السلام عزیز دل برادر، امری داشتین؟ چیزی میخواستین؟ بفهمم بشین نوبتتون شه، بفهمم. مثل که بنده رو به جا نیاوردید.
جان نه جناب علی بنده خدمتگزار شما شیطونک هستم که سالها در معاونت دروغ و دغل در حوزه استحفاظی کره زمین انجام وظیفه میکرد. شما این شما آزاده این آقای لنگ نژاد هستی؟ ماشاءالله چه بزرگی شدین. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بفرمایید بفرمایید. من خیلی خوشحالم که بعد از میلیون ها سال شما رو زیارت میکنم. یه عرض کوچیکی داشتم، اومدم استعفانامه خودم رو به صورت مکتوب نوشتم اومدم تقدیم شما کنم. حقیقتش دیگه نمیتونم، حقیقتش خودم رو نمیتونم کنترل کنم، دیگه نمیتونم حقیقتش. استعفانامه چی؟ بابا شما که داشتین خوب کار میکردی ماشاءالله، با همه عنایتی که شما به این حقیر دارید، ولی دیگه نمیتونم بابا، دیگه نمیتونم. باید به کی بگم؟ آقا من هر چی داشتم، همه یه استعداده ژنتیک خودمو به کار بستم تا جایی که تونستم. آقا من میلیون ها نفر از راه به در کردم، ولی تو این هزاره سوم یه پدیده جدیدی ظهور کرده که واقعیتش آقا نون ما رو آجر کرده. آقا دیگه نداریم، یه لقمه نون ندارم بخور. آخه کی کجا؟ بابا اینو که دیگه شما نباید سوال کنین. که یه محمود احمدی نژاد نامی هست که بابا تو دروغ و دغل جفت دست ما رو از پشت بسته، دستبند نزده اسیرش شدیم به خدا. بابا من دیگه همه زورمو زدم، گوبلز رو تقدیم جامعه بشری کردم، اما این یکی 600 تا گوبلز رو جای صبونه میخوره. آقا من نمیدونم، اومده میگه میخوام از فضا کل جهان رو مدیریت کنم. آقا اصلا اینو من شنیدم مخم هنگ کرد. بعد تعجب میگه، بعد میگه حاله نور دورمه، بعد نمیدونم بنزین تحریم اصلا ما رو شکوفا میکنه. من دیگه نمیتونم بابا، این همه سال ما داریم جون میکنیم تو حوزه شیطنت، هنوز عکس العمل شیطونیمون تا سر کوچه‌مون بیشتر نمیرسه. این احمدی نژاد دو روز اومده میگه من عکس العملم کره زمین رو در بر میگیره. من نمیتونم حقیقتش، واقعیتش اینه که نمیتونم. اومدم بگم من احساس حقارت میکنم پیش این قضیه، خواهش میکنم یک کاری برام بابا. خب بابا این خون کثیف تو از این که هست کثیفتر نکن. من بگم بچه‌ها یه لیوان زقوم خنک برات بیارم بخوری. بذار من یه لیوان زقوم. خیلی متشکرم، ممنون. یه مزاحمتونم نمیشم، به خاطر سن و سال ما هم که شده، خواهش میکنم ما رو از این سمت معاونت دروغ و دغل عزل کنید. این احمدی نژاد رو بذارید جای ما، واقعا مستحقه، اون لیاقت بیشتری از ما هم داره. اینجا هم من خودم براتون نوشتم، از رو کاغذ هم بخواین میخونم براتون. هم نوشتم قشنگ مشخصم هست، خواهشمندم پیرو تبصره سوم بند اول قراردادمون مورخ 2/1/1 منعقده فیما بین حضرت عالی، یعنی شما که ابلیس باشین، و این جانب با استعفای این حقیر و واگذاری این مسئولیت به احمدی نژاد موافقت بفرمایید. بدیهی است که من بعد با حضور احمدی نژاد این جانب هیچ گونه مسئولیتی در قبال فریب و بدبختی بشریت و سقوط بشریت نخواهم پذیرفت. من منال ابلیس توفیق. حالا بعدش میخوای چیکار کنی آخه بابا؟ من نگران اونم. بعدش تو میخوای چیکار کنی؟ خاکی تو سرم میکنم دیگه، یه خاکی تو سرم میکنم. نمیدونم بابا، یه چند باری میخواستم برم خودمو بکشم، خودکشی میخواستم بکنم. این معاونت قدرت و خودپرستی جلومو گرفت. الانم میخوام برم اگه بشه یه تاکسی قسطی جور کنم تو مسیر پل یادگار امام تا جهنم مسافرکشی کنم. بیا اینجا داشم، بیا اینجا، بیا جلو. نه سرتو بیا جلو، میخوام یه چیزی بهت بگم. پیش خودمون باشه ها، تو کسی نگی، درز نکنی جایی. راستشو بخوای، از اون موقع که اصل ولایت فقیه بنیان گذاشته شد، حیطه اختیارات منم محدود شده. حقیقت اصلا کلا مسئولیتم تغییر کرده. میخوام اینو بهت بگم، کلشو دادم دست کی؟ مقام عظمای ولایت. شو خودت بمونا، من خودم خیلی دلم میخواست یه کاری واسط بکنم، یه آستینی واسط بالا بزنم، ولی دستم کوتاست حقیقتش، نمیتونم. جان ابلیس بابا، جان خودم نباشه جان امام راهب. دو شب رفتم شب شعر مقام عظمای ولایت، آقا نشست زیر پامون، بساطو دیدم. تو هم که ما رو میشناسی، شیطونیم دیگه، اراده مراده نداریم، نشستیم تا همین الان پابند قضیه هم، یعنی زندگیم به باد فنا رفته. با
بابا آخه من اصلا از همون روز اول یعنی یک که ابلیس شدم ماموریتم فقط مال آدم ها بود پیش خودت باشه ولی این یارو خامنه ای جمادات و نباتات و حیاتات و هر چی آتات همه رو کشیده زیر بال و پر خودش بخیر آخ بمیرم واقعا من فکر میکردم ته بدبختی خودم هم الان که میبینم نه بابا از ما بدبخترم تو این دنیا هم بابا لاغل یه زنگ به ما میزدی حقیقت بابا زنگ میزدی چیه قربون شکلت برم تلفنمونو وزارت اطلاعات کنترل میکرد پس الان تو اینجا چیکار میکنی؟ مگه اینجا دفتر شیطون نیست؟ دفتر شیطون کدومه قربون؟ آقا قربون شکلت برم ریختن دفتر رو بستن تو خونه ما هم تخته کردن اینجا الان 30 سال عمومیه هم عمومی داریم هم نمره اگه میخوای پاشو برو یه دوشی چیزی بگی خستگی در بره جان بله ببین رجیم لعین بپر دوتا کانادا ورده ببر واسه نمره 4 حاج آقا ناصر مکانم شیرازی ببین چیزی هم خواست براش ببر پاشو برو تو دوش بگیر برو تنفر از گماشته ولی فقیه یعنی پاسدار احمدی نژاد فقط مختص مردم ایران نیست الان منفوریت این دار و دسته حکومت ولی فقیه در واقع جهانی شده و هر جای دنیا وقتی که میخوان مراسمی بگیرن یا برنامه‌ای دارن خلاصه سهم پاسدار احمدی نژاد رو هم به نوعی میپردازن صحنه‌ای که لحظات دیگه خواهید دید تصویری از نیویورک هست در آستانه سال نو میلادی و بقیه شو دیگه خودتون ببینید که چطور آدمک پاسدار احمدی نژاد رو درست کردن بعد هم بهش قل و زنجیر بستن و اون هم فکر میکنم که جا داره که باید معذرت خواهی کرد از بابا نوئل که لباسشو تن این پاسدار هزار تیر کردن با هم ببینید